بعدش این بود که آقا شما مثلا ساعت 8 کلاس شروع میشد، شما باید ساعت 7 مثلا مدرسه بودی یا 7 و نیم مدرسه بودی، شما حداقل هر روز باید یک ساعت، مگه اینکه خدا حالا یه لطفی میکرد یه بارونی برفی سنگی چیزی میبارید، اینکه مثلا شما آره تو حیات نمونید و برید مثلا داخل، برید دبستان و راهنمایی و دبیرستان رو بگذارید بعد تازه برید دانشگاه. اینا الان تو زندگی کدوممون تاثیر داره؟ برد خدای خانواده‌ای میکنن این وسط که لابلای مدرسه، یعنی بیشتر تمرکزشون رو میذارن روی که بچه رو بفرستن چند تا کلاس هنری ببینه به کدوم علاقه داره، پتانسیل کدوم رو داره، میذارن اونو ادامه بده. من یادم یه مادید مدرسه داشتیم، این وقتی اعصابش تخم میشد این با شلنگ میدوید تو حیات، با شلنگ میدوید تو حیات، الان نمیدونم دیشب بهش خوش نگذشته بود، دخول کامل نداشته یا هر چیزی، این با شلنگ میدوید تو حیات، هر کسی که به چشش میدید اول میزد، بعد دنباله کسایی میگشت که پشت زمینه دارن، یعنی چی؟ یعنی مثلا قبلا یه ساعت یکی دو ساعت پیش دیده بود که آره، زنگ تفریح پیش دیده بود که آره این شیطونی کرده. هی چطورید بچه ها؟ دیویس هستم به چنل من، خوش اومدید. امروز یکم مهره، من ریدم تو این روز، یعنی واقعا هر سال این روز که میشه خیلی هم با اینکه سنمون گذشته از اینکه 18 سال استرس میگیریم. من نمیدونم این چه دوران فاکتابی بود که ما گذروندیم، به خدا مدرسه واقعا بلاهایی سر ما آورد که هنوز که هنوز تروماهاش توی ما وجود ما هست. مخصوصا قدیما، الان که حالا باز خدا رو شکر بهتر شده. آقا امروز همتون میرین مدرسه و واقعا حس فاکتاپی دارین، من میدونم. من حتی خودمم که الان 15 سال مدرسم تموم شده، دیشب خواب بد دیدم، دیشب کابوس دیدم به خدا، یعنی یه خواب عجیبی دیدم، خواب دیدم که تو مدرسه گیر کردم و باید دوباره اون تایم رو بگذرونم، اصلا باورم نمیشد. یعنی من بلند شدم صبح گفتم هولی شت من، خدا رو شکر که فقط یه خواب بود. مدرسه واقعا چیز کوفتیه، صبح زود باید بلند شی، یه سری کاری که نمیخوای باید انجام بدی، نمیدونم سر صبح بری وایسی به خاطر یکی میخواد بیاد خوزه اول بگه، از اون ور مثلا سرکوفت خونه و خانواده رو داری، از اون طرف کلا یه تایمی رو باید بذاری برای اینکه مثلا تکالیف تو انجام بدی. آره قبول دارم، ولی میخوام بگم خوبیای خودشو داره، ولی اول میریم سراغ بدیاش. آقا موقعی که ما مدرسه بودیم نمیدونم به شما الان گیر میدن یا نه، ولی گیر به ما میدن که ما موهای صورتو حتما کوتاه کنی، یعنی یه مقداری باید کوتاه کنی که دست نره تو سرش. قرم ساق چرا مثلا میخواستی چیکار کنی؟ یه فکت دار که من لابلای کار بگم، البته قبل اینکه برم سراغ فکت بهم بگین که الانم بازم گیر بهتون میدن که موهاتون رو کوتاه کنید یا نه، مثلا یه موقع شرایط بهتر شده اونقدر حساس نیستن. یه فکت دار که بهتون بگم بچه، فیلم فایت کلاب اگه دیده باشید یه دیالوگ خیلی قشنگی داره، میگه که اگه میخوای که زندگی یه شخص خودت دوباره بنویسیش و مثلا چیزی که تا الان بوده رو کامل پاک کنی دوباره بنویسیش، موهای طرفو کوتاه کن. دقیقاً همین بلا رو سر بچه‌ها میارن. اصلا من چیزی که اعتقاد دارم این که سیستم آموزشی ما، آره همه جا همینطوریه، ولی سیستم آموزش ما یه مقدار بیشتر میخواد کلا بچه‌ها رو بذاره توی مسیری که میخواد. شاید اون بچه پتانسیل کار دیگه‌ای داشته باشه، شاید اون بچه مثلا اصلا برای کار دیگه ساخته شده باشه، ولی شما حداقل 12 سال از زندگیتون رو باید طی این مسیر برید. آقا شاید بچه یه کار دیگه دوست داشته باشه، شاید پتانسیل کار اصلا تو ژنش، من نمیدونم اعتقاد داری بشه این چیزی یا نه، ولی توی ژن هر فردی یه سری پتانسیلا برای کار مختلف هست. شاید توی ژنش یه سری کارا دیگه باشه، شاید توی ژن طرف هنر باشه، شاید توی ژن طرف هر چیز دیگه باشه. شما میذارینش توی این مسیری که تا اون 12 سال میاد طی کنه، اصلا اون کوفت ازش نمیمونه. برد خدای خانواده‌ای میکنن این وسط که لابلای مدرسه، یعنی بیشتر تمرکزشون رو میذارن روی که بچه رو بفرستن چند تا کلاس هنری ببینه به کدوم علاقه داره، پتانسیل کدوم رو داره، میذارن اونو ادامه بده. برای شما برید دبستان و راهنمایی و دبیرستان رو بگذارید بعد تازه برید دانشگاه. اینا الان تو زندگی کدوممون تاثیر داره؟ نه میخوام بدونم الان 90% ما که یه چیز دیگه خونیم، یه کار دیگه داریم انجام میدیم، تو زندگی کدوممون تاثیر داره؟ از کتک زدن نگم براتون. آقا اون موقع الان نمیدونم، الان فکر کنم خیلی شرایط بهتر شده و بیشتر دانش آموزا دارن معلم‌ها رو کتک میزنن، ولی اون موقع خدای کتک زدن یه چیز باب بود. آخه بچه اون سنی واسه چی باید کتک بزنی؟ من یادم یه مادید مدرسه داشتیم، این وقتی اعصابش تخم میشد این با شلنگ میدوید تو حیات، با شلنگ میدوید تو حیات، الان نمیدونم دیشب بهش خوش نگذشته بود، دخول کامل نداشته یا هر چیزی، این با شلنگ میدوید تو حیات، هر کسی که به چشش میدید اول میزد، بعد دنباله کسایی میگشت که پشت زمینه دارن، یعنی چی؟ یعنی مثلا قبلا یه ساعت یکی دو ساعت پیش دیده بود که آره، زنگ تفریح پیش دیده بود که آره این شیطونی کرده. Star.
واقعا چه کاریه؟ بچه تو این سن واسه چی بود؟ اصلا تروما میشه براش. به خدا ما که الان تو این سنیم هنوز یه سری تروما، یه سری خاطرات بد از اون موقع داریم که هنوز هم که هنوز اثرش هست. یه کلا اون صبح زود بلند شدن، به خدا من حاضر بودم هر روز ساعت 9 صبح بلند شم تا 3 به ظهر 4 بعد از ظهر سر کلاس باشم، ولی اون ساعتا نرم مدرسه. من ریدم تو اون ساعت درس خوندن، چی نمیفهمیدیم. زنگ اول که قطعاً چیزی نمیفهمیدیم چون که خواب خواب بودیم. حالا خیلی از مدرسه هم اون ساعتای اول تازه میذاشتن درسای مهم. نمیدونم چی تو مغزتون میگذشت که ما خواب بودیم یه طرف مثلا میومد ریاضی فیزیک درس میداد. بعدش این بود که آقا شما مثلا ساعت 8 کلاس شروع میشد، شما با ساعت 7 مثلا مدرسه بودی یا 7 نیم مدرسه بودی، شما حداقل هر روز باید یک ساعت، مگه اینکه خدا حالا یه لطفی میکرد یه بارونی برفی سنگی چیزی میبارید، اینکه مثلا شما آره تو حیات نمونید برید مثلا داخل. که اصلا هنوزم هنوزه من این موضوع رو درک نمیکنم، و چون که بدم میومد از اون ساعت بلند شدن، هنوزم که هنوز اگه کار بهترین کارم گیرم بیاد اون ساعت حاضر نیستم بلند بشم. این فکر کنم یه مقدارش به خاطر همونه. اصلا از ساعت 7 بلند شدن آدم تنفر پیدا میکنه. حالا بگذاریم که توی سربازی ساعت 5 بیدار میکردم. از کتک زدن و از کتک خوردن و زود بلند شدن و نمیدونم مو کوتاه کردن و همه اینا بگذاریم، اون درسای کوفت زهر ماری بود که ما میخونیم. وای 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 وای. آقا از همه اینا که بگذاریم بریم سراغ خوبیاش. از نظر من تنها خوبی که مدرسه داشت این بود که شما بچه‌ها، به خدا تنها خوبی که هنوزم داره اینه که شما خاطرات خوب میسازید، دوستای خوب پیدا میکنید و اجتماعی میشید. اجتماعی میشید و شعور تربیت یه سریاتون پیدا میکنید، یه سریاتون تصمیم شعور تربیت پیدا نمیکنید. که اونم حالا احتمال این هست که توی خونه و خانواده هم بازم شرایطتون جالب نباشه، چون که یه درصد خیلی بالایی از بچه‌ها از رفتار و اخلاق بچه‌ها توی خونه و خانواده شکل میگیره. حالا یه درصدش هم توی جامعه میبینی، حالا فلان کار بده، فلان کاری که تا الان تو خونتون اتفاق میافتاد زشته، الان میگی خب اینا رو انجام ندم من که یه آدم بهتری بشم. تنها خوبیا که از مدرسه مونده برا من تایمایی که درس نمیخونیم، یا داشتیم شیطونی میکردیم، یا داشتیم چه میدونم با رفیقامون تعاملات اجتماعی، البته اونایی که تعاملاتی که توی دستشویی انجام نمیدید نه، اون تعاملات خوبی نیستن، ولی خود قضیه تعاملاتی که حالا مثلا چه میدونم ما هم صحبت میکردیم، درد و دل میکردیم، الان هنوزم که هنوزه یه سرشون که حال من بد میشه من استوری چیزی میذارم یا چه میدونم هر چند وقت یه بار برام پستای مثلا قشنگ میفرستن. تنها چیزایی که مونده از کل دوران تحصیل من همینه. من امیدوارم برای این درصد کمی چیزای مثبت هم داشته باشه. اینا رو گفتم که بیجوری نباشه که بچه‌تون نفرستید مدرسه، به خاطر این خوبی ها هم که شده، چون که خیلی تاثیر داره. خیلیاتون خیلی اسم وادا الان واقعا تایم ندارم بذارم برای تربیت بچه، شاید بچه بهتر باشه که تو این مدرسه های خوب شعور تربیت رو یاد بگیره، که واقعا هم تاثیر داره. اینا رو برای چی گفتم؟ اینا رو بیشتر برای این گفتم بچه‌ها سعی کنید توی هر تایمی از زندگیتون هستید، چون که تایمای بدتری از مدرسه هم پیش روتون هست، سعی کنید توی هر تایمی که هستید اولا شل کنید، سعی کنید از شرایطی که هست لذت ببرید، سعی کنید خاطره خوب بسازید، سعی کنید دوستای خوب پیدا کنید، چون آدمای بد هم گیر میاد. من یادم تو همون راه همین الان سن البته سیگار کشیدن خیلی اومده پایین، همون موقعی که ما راهنمایی و دبیرستان میرفتیم کسایی بودن که کارهای بد اون موقع البته کار بد محسوب میشه دیگه انجام میدادن، ما سعی میکردیم که حالا یاد نگیریم. به قول یارو سعی کن کار بعدو یاد بگیری ولی انجام ندی. بازم میگم مدرسه با تمام شرایط بدی که داره سعی کن شما خاطرات خوبتون رو بسازید. سعی کن از این تایم لذت ببرید و خاطره بسازید. من به خدا هنوزم که هنوز برای اون کارهای کسکرک بازیه که داخل مدرسه انجام میدین دلم تنگ میشه و دوست دارم مثلا بعضی وقتا همون اکیپو جمع کنم دور هم دیگه توی مدرسه و بزنیم برقصیم، میگم مثلا کاری که انجام میدادیم انجام بدیم. خواستم که مواظب خودتون باشید، بیاید منو جاج کنید، اصلا شاید من حرفایی که دارم میزنم اشتباهه. امیدوارم کسایی بیان دوریم پست کامنت بزنن که علم اینو داشته باشن که واقعا منو جاج کنن و بگم آقا من اصلا اشتباه کردم، واقعا مدرسه جای خوبیه. بیاید نظرتون بگید، کسایی که جامعه شناسن، کسایی که روانپزشکن، کسایی که روانشناسن، خواهش میکنم بیاید نظرتون بگین در رابطه با مدرسه که آقا این حرفی که دارم میزنم خوبه یا بده، شما من دارم اشتباه میکنم. تا ویدیوی بعدی هم ما رو بخیر، شما رو به سلامت.